مسئولان صحی در این مرکز ترک درمان معتادان میگویند بیماران مبتلا به مواد مخدر در کنار چالش های اعتیاد از سایر بیماری های ساری نیز رنج میبرند. مقدلتا تقریبا مسپیلن 500 شاوخوا معتادین مریضان لرو سدلتا مونتا او پی دی هر ورځ او پی دی شپا ورځ دلته او پی دی کی یعنی مریضان تداوی کوو. هغه مریضان سری پرته ضرورت لري شپخانه ته ملکی شپخانه ته اوزوی شپخانه ته او یا هم د ټی بی ته مونږ هغه راجستر دغه لرو. قسم گوناگون مریضا است که اینجا هم معتاد هستند هم امراض گوناگون دارند که از قبیل تبرکلوز، کرونا، پونیمونیا، سینه و بغل، مورقه اینا کلشان در می کلینیک الحمدلله که تداوی شدند. به گفته این مسئولان تنها در 4 ماه گذشته 26 معتاد تحت درمان به وایرس کرونا مبتلا شدند. اما تست معاینات زیرا گرفتند که از جمله 26 نفر کرونا ما مثبت داشتیم که نیاره لست شما در دلیز اگر دیده باشین نصب کردیم که باش که دیگر را مساوی زی مرض نشه. یک اتاق بر جا در ابتدا خلاص کردیم که تا که مو گروپ خود کرونا دکتر صاحبای کرونا باین و ها تداوی خود کنن. اونا تداوی خود کردن اما مریضایی که کرونا داشتن ما را سخت کردیم تداوی منزل بالشان اجرا کردیم که چرا که دیگر مریضای ما مساوی مرض نشه. طلا باشنده ولایت دایکندی که نیم عمر خود را در استعمال مواد مخدر سپری کرده از ارائه خدمات در این مرکز راضی به نظر می رسد. ولی از خدمت مجاهدین خیلی تشکر می کنم. واقعا به مردم همکاری می کنه. به مردم واقعا دوستانه برخورد می کنه. دکتران میگویند استعمال کنندگان مواد مخدر بیشتر با خطر ابتلا به بیماری های چون تبرکلوز و HIV یا ایدز روبروند که این بیماری ها در برخی مواقع سبب مرگ معتادان نیز می شود. لطیف یعقوبی، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، غزنی.